کوچه ایرانیان، با درود فراوان به شما. در برنامه گذشته و اشاره به زندگی پرماجرای پروانه بهار، دختر ملک شهرهای بهار و گفتگویی که یک سال قبل انجام داده بودم، متاسفانه به علت نحوه صحبت خانم بهار در این سن و سال بعضی جملات به اختصار گفته می شد و سوء تفاهماتی به وجود آورد. البته متاسفانه او 8 ماه قبل فوت کرد. خب، ولی بد نیست بدانید که پروانه بهار در 16 سالگی به ازدواج یکی از فرزندان خانواده قاجار در آمد، ولی پس از چند ماه آن ازدواج به دلایلی تحمیلی به جدایی انجامید. همسر دوم بهار، دکتر علی اکبر خسروپور، یک دیپلمات و مردی سنتی بود که جهت نمایندگی ایران در ورلد بانک، یعنی بانک جهانی پول، به واشنگتن فرستاده شده بود و در واشنگتن بود که پروانه با وجود مخالفت همسرش به تحصیل پرداخت و با فوق لیسانس کتابداری در کتابخانه ورلد بانک و کنگره آمریکا مشغول به کار شد و پس از 30 سال نیز بازنشسته گردید. البته طی این سالها او شدیداً فعال حقوق بشر و حقوق زنان بود. ولی همسر دوم او، خسروپور، پس از چندین سال اقامت در واشنگتن فوت کرد و سپس پس از گذشت 2 دهه پروانه بهار با دکتر جلال متینی ازدواج میکند، رئیس سابق دانشگاه مشهد، که این ازدواج هم پس از مدت کوتاهی به دلایلی که خود پروانه میگفت نتیجهش مطابق میلش نبود و جدا شد و در کتابی به نام آب پرتقال به آن اشاره دارد. پروانه بهار سپس به لس آنجلس آمد و در چند صد متری ما اقامت گزید و ما طی این سالها از همنشینی با او بسیار بهره‌مند شدیم. و اما دورانی که پروانه بهار به عنوان همسر یک دیپلمات ایرانی در واشنگتن زندگی میکرد، او اکثرا در میهمانیهای دولتی از جمله کاخ سفید، وزارت خارجه آمریکا و ورلد بانک که همسر او از طرف ایران ریاست 14 کشور را در آن به عهده داشت شرکت میکرد و از این طریق با خیلی از پرزیدنت‌های آمریکا مانند ریچارد نیکسون و دیپلمات‌های خارجی واشنگتن دوستی و آشنایی داشت. او همچنین در میهمانی‌های سفارت ایران است که توسط اردشیر زاهدی برگزار می‌شد شرکت می‌کرد. به هر حال او در طول عمر 93 سال خود دوران پرماجرایی را تجربه کرده است. نشست با او هم درست مانند نشست و دوستی با دکتر امیراسلان افشار، رئیس تشریفات شاهنشاهی ایران، و اردشیر زاهدی، وزیر خارجه داماد پادشاه و 2 بار سفیر ایران در آمریکا، برای من در جهت پیگیری این دوران کوچه بزرگ بسیار آموزنده و با اهمیت بوده است. بد نیست بدانید که با درگذشت این شخصیت ها دوران دیگری در این مهاجرت اجباری آغاز شده است که هیچ ربطی به گذشته و پیوند ما به دورانی که میشناختیم ندارد. به باور من فصل جدیدی از غربت نشینی آغاز شده است که از رنگ و بوی غریبه ای برخوردار است. بگذارید اینطوری بگویم، زمانی که من برنامه تلویزیون ایرانیان را شروع کردم، یعنی 42 سال قبل، ما در خارج از کشور 5 نخست وزیر ایرانی داشتیم که مانند ما مهاجرت کرده و غربت گزیده بودند در خارج از کشور. همچنین بیش از 400 وزیر رژیم گذشته در خارج از کشور بودند که مورد گفتگو و مشورت قرار می گرفتند. ولی امروز از آن نخست وزیران رژیم گذشته دیگر هیچ خبری نیست و از آن 400 وزیر رژیم گذشته هم فقط 3-4 تایی باقی ماندند و با درگذشت شعرا، نویسندگان و روشنفکران فرهنگی ما در خارج از کشور، جامعه ما در اینجا تهی شد از حضور عده‌ای از شخصیت‌هایی که یک طوری شما را با زندگی در رژیم گذشته ایران پیوند می‌دادند. و ما شاهدیم که اکنون جامعه فرهنگی و سیاسی ما در اینجا بیشتر و بیشتر شرینک میشه، یعنی آب میره. خب،
در همین دوران چند ساله هم پروانه بهار که کاراکتری کاملا استثنایی داشت عامل وصل و پیوند ما به گذشته بود. خوب می‌دانیم که او همه چیز را از پدرش چادروان ملک الشعرای بهار برس برده بود که او هم در فضای نخبه‌کشی‌های خاورمیانه‌ای و سرخوردگی و بی‌مهری‌های رژیم گذشته بسیار صدمه دید و زندگی پرماجرایی را پشت سر گذاشت. فقط با شنیدن شعر تاریخی مرغ سحر که او نزدیک به 100 سال قبل سروده می‌بینید که بیان زنده سرخوردگی تاریخی و حال و روز همین امروز ما ایرانیان است. مرغ سحر بگذاریم. در اینجا شما را به قسمت دوم و پایانی این گفتگو با پروانه بهار که در یک سال قبل انجام شده دعوت میکنم. یادش گرامی. شما با دنیا میان که انتخاب نمی کنین کدوم فامیل بری یا چه شکلی باشین یا زن باشین یا مرد باشین. به این جهت من خودم همیشه خیلی خوشبخت می دونم که این همه ماجرا بوده تو زندگی و خودم هم با اونا بودم و هر جای دیگه هم برم بازم همینطوره. من نمی شینم از پالیتیکس بیرون، توش خیلی همه چیز توی پالیتیکس دیگه. بله بله. خب شما تجربه خوبی هم در خارج از کشور داشتین. به این جهت من اشاره کردم به واشنگتن، اینا
شما تو جریان انتخابات اخیر آمریکا هم هستین دیگه، فاجعه بار بود. چی فکر میکنید شما؟ من فکر میکنم آمریکایی‌ها بی سوادن، نمبر وان ادوکیشن ندارن. ببینین این همه آدم سواد ندارن. من وقتی که توی لایبرری کار میکردم در انندل، در یکی از شهرهای بزرگ ویرجینیاس، بله، من سعی کردم که ببینیم چند نفر سواد دارن، یعنی میتونن بخونن بنویسن. 20 میلیون نداشتن، 20 میلیون نمیتونن بخونن در اون سالا. ببینید بی سوادن. یا مثلا من از کوچیکش میگیرم، چون که با مردم کار میکردم دیگه. شما رفرنس لایبرری هم بودم. کدوم سالها دارین صحبت میکنی؟ در همین مثلا 60. 1960. بله جالبه. یعنی من با اونجا، بله، من هم ویرجینیا کار میکردم برای شهر انندل که شهر خیلی بزرگیه. بله. 20 میلیون بی سواد که سواد خوندن نوشتن ندارن. بعد زنا رو من براشون یه دونه چیز گذاشتم، یعنی همه لبریان هم میکنن، یکی از کارهای ما هم جدای اجتماعی گذاشتیم که اینا بیان کتاب بخونن، بوک کلاب درست کردیم. خب ولی وقتی سواد نداری، بلانشتان یکشون گفت من نمیخوام مثلا خوندن یاد بگیرم، من ترجیح میدم برم رب گوجه فرنگی درست کن. شاهکاری. شما فکر کنی؟ بله بله. این آمریکاست. سواد ندارن. این آمریکاست. آمریکایی بسیار بی سوادن و هیچ دانایی هیچی رو ندارن. اینا همیشه هم دور بودن. بله. اصلا نمیخوانم خودشون. نیازش رو هم حس نمی کنن. نیازشون. خب اینا گولی با آقای ترامپ رو میخورن. دقیقا. حالا که دیگه بدتر هم خواهد شد. بله. من تیپای اونطوری میان حرف میزنن برای اینکه مردم احمقن. من فکر میکنم ایژوکیشن آمریکا نداره. میدونین چند تا دانشگاه های بزرگ داره یا یه عده آدم های فوق‌العاده داره رو بهشون میدم، ولی برای عموم نداره و نداشته، خواهدم نخواهد داشت. من از این جهت اشاره کردم به این که میخواستم مقایسه بکنم با ایران سابق، ایران 80 سال 90 سال قبل که شما بودید، توجه کردین؟ نیاز اون موقع نسبت به دانش در اون کشورها به علت عقب افتادگی بیشتر بود. در آمریکای کنونی اینا نیاز رو حس نمی کنن دیگه، چون همه چی وفور نعمت اینجا هست، توجه کردین؟ و از آزادی های خیلی گسترده هم که برخوردارن، به هر حال برخوردارن. نیاز مسئله اصلی ما بود. اگر پدر شما در اون موقعیت روش کرده، میخوام این عرض کنم پدر بزرگوار شما در اون زمان انقدر روش کرد، بیشتر عاملش همین نیازی بود در یک کشور جهان سوم. قبول دارید شما اینو؟ بله. به اینا خیلی خیلی فامیل میدونین دانشمند بودن همشون. خب ولی تک بودن. مگه در اون خراسان اون موقع چند خانواده اینطوری بود؟ نه کم. انگوش شمار بود اگر بودن. خیلی کم اگر بودن. باقی ملت که اصلا ملت که خب بی سواد بودن اونا هم دیگه. دقیقا همشون بی سواد بودن. با. با. حالا لاغر در زمان رضا شاه بود و این خوبی هایی هم داشتن. بله رضا شاه بود. میدونی یعنی من مخالف خیلی چیزا برای ما بد بود، ولی برای مردم خوب بود نسبتا. درست. میدونی میرفتن تحصیل کردن، بالاخره سواد یه مقداری پیدا کردن، دخترها رو مدرسه گذاشتن. در هر دو پهلوی ها این کار کردن. بلد. محمد رضا شاه این کار کرد. بلد. بیشتر از اینم در توانش نبود. اگر میبینید سرنگونش کردن، ما امروز از نظر تاریخی که نگاه میکنیم توان و یارای ماندن رو بیشتر از این نداشت. در اون جریاناتی که در یک کشور جهان سوم مشرق زمینی هست نمیتونه، ولی رو هم رفته اون پدر و پسر خدمت کردن. ولی خب نخبه کشی هم همیشه بوده، همیشه بوده. فقط بزرگان رو هم کشتن. بله فقط خیلی بزرگان رو. بله. بله. ببینید مملکتی که بزرگان به خصوص در این ممالکی که کم هم هستن. بله. آخه زیاد که نیستن که. درست. بزرگان کم هم. اینا رو شما بکشی خب معلم ندارن دیگه. میدونی وقتی شما تعلیم نمیگیرین بله. خب هیچی نداری.
بله هیچی ندارین، به حرف مزخرف ترامپ گوش میدی، کاری نمیتونین بکنین. به این 73 میلیون در آمریکا، به این مرد که حقوق باز شارلاتان دزد بیکاره رای دادن. فاجعه است. خب این فاجعه است که اینو بر میگرده دوباره یه نفر دیگه لنگه این پیدا میشه پرن اینجا. بله بله این بدبختی آمریکاست که دیگه داره میره به وضع بدی. بله ما بدبختی خودمونو در داخل کشور داریم یه جور دیگه ای. حکام امروز که جلوی تمام آزادی های فردی رو گرفتن، توجه کردین؟ اگر نگاه کنیم از نظر علم و دانش بسیار محدود شده، دانشگاه اصلا کارشون بی اندازه محدود نسبت به گذشته، توجه کردین؟ هنر همینطور. اصلا شما در این دوران نمیبینید که یک شاعر تراز اول به وجود اومده باشه، در حالی که میتونید مقایسه کنیم با دوران قبل از انقلاب سالهای 30-40، توجه کردین؟ اوضاع خیلی فرق میکرد، از نظر فرهنگی خیلی فرق میکرد. به هر حال کشور ما یک مصیبتی برش وارد شده که به این راحتی ها فکر نمیکنم نجات پیدا کنه ملت ایران. خواستم نظر شما رو بدونم، این همه تجربه کردین خانم بهار در داخل ایران، در خارج، در سوئیس با پدرتون که اونقدر آموختین در از یک سال از ایشون، خیلی مهم آدم یک معلم شخصی داشته باشه به عنوان یک خیلی. استاد گفتم تاریخ. من فقط تنها کسی بودم که معلمم یه شاگرد بیشتر نداشت. اونم آخه چه معلمی؟ یک سال و نیم، دو سال اونجا دانشمند. بله. بله این خیلی سال. حالا یه چیز دیگه ای نمیخوام از خودم تعریف کنم، تو من هست که نمیدونم از کجا گرفتم، واقعا نمیدونم. شاید تو ژن شما. نه آره نه چیزی، من دائم باید یه چیزی یاد بگیرم. بله. میدونید حتی الان تو این سنم هستم. بله. پدرم اینطور بود و تمام خواهر برادرم هم همینطور بودن. بله. که اینا دائم دنبال یه چیز جدید بودن یاد، یعنی یک چیز جدیدی وجود داره باید. بله. یاد بگیری. بله. دیگه. بله. نمیشه که بگی نمیکنم. بله. بله. و این خیلی چیز خوبیه که متاسفانه کسی نیست یاد جوونا بده که بزرگترین چیزی که آدم بیشتر بدونه، بیشتر وارد بشه. حالا فیلدی هم نباشه که شما توشی، ممکن یه فیلد دیگه باشه بشه. خب الان که پروان جان، الان که تکنولوژی پیشرفت کرده مسائل تازه‌ای دوباره پیش اومده، یعنی یه عده‌ای با یه حالت تنبلی با مایل نیستن وارد این گود بشن. من میبینم حتی پزشک من، یکی از پزشکان من با تلفن دستیش نمیتونه خوب کار کنه. حالا چطوری این میاد معالجه میکنه من نمیدونم، میگه من هنوز نمیدونم این چطوری صدای دیگران خب زرد میکنه. خب تکنولوژی یه مقداری مشکلات رو آورده با خودش دیگه که مجبور آدم یاد بگیره دیگه. مثلا خب کمپیوتر. بله. خب وقتی کمپیوتر ما وقتی که من برای IMF کار میکردم و ورلد بانک اون موقع در کتابخونه، خب همه چیز همین مثل قدیم بود دیگه. با. شما نگر میداشتین تو فایل و نمیدونم فلان. با. بعد کمپیوتر اومد. کتابخونه از همه چی مشکل تره که کمپیوترایزش کنن. درست. و آخرین فیلی بود که توش اومد، با وجود این نتونستن همشو کمپیوترایز کنن. با. غیر ممکنه که به تو این همه علم رو شما کمپیوترایز کنن. نه. نه. نتونستن میدید. بکنن. بله. ولی کردن دیگه تا اندازه‌ای کردن. سرعت میندازه. شما با فوری خب اینترنت هست دیگه. دقیقا. رفرنس لایبرری یعنی ما رو تربیت میکردن که کمپیوتر بشه. میمده از ما میپرسدن، ما میدونیم کدوم کتاب کدوم صفحه، باور بکنیم چیز عجیب بودا. من اینکه من کاملا من 14 سال رفرنس لایبرری هم باید برای بیزنس اند فایننس که اصلا شغل من نیست بیزنس هم فن، ولی باید یاد بگیری دیگه. با. کارین دیگه نمیتونی بکنی، خود شما میشید انسیکلوپیدی. و اصلا مموری آدم ها عوض میکنه. نه اصلا حافظ شما که استثنائی است، من متوجه شدم. آره من اصلا خیلی میدونید داشتم پریروز حالم خیلی بد بود، یادم رفته بود چیزا. من گفتم سودی من یادم داری میره چیزا، وای الان تلفن کنم برای اینکه حتما فراموشی ها بود. گفتم بابا صبر بکن، حالا یه روز حال ندارم، شاید فردا خوب شد. و همین هم هست، خیلی حافظه خوبی دارم. دارید؟ نه دارید. و تمام این چیزا
همه یادمه. خب ببینین کتاب که من نوشتم سر یه هفته تموم شد. تلفن کردم. چند بار چاپ شده؟ بله. بله تلفن کردم. پابلشر به تلفن کرده به خواهرم. این درس از یه هفته رفت. مردم تلفن کردن ما میخوام. رفت به چاپ دوم. خود منم مهتم بود که این من چی نوشتم که اینا به این زودی خریدن همشون. منم تعجب کرد خانم بار از قلم شما در حالی که گفتید در ایران زیاد تحصیل نکردید. نه اصلا فارسی من خوب نیست. حالا یه چیزی دیگه که درآوردن که خیلی خنده داره با. استیل خانم باها من گفتم استیل برای بیسوادیمه برای اینکه لغت های مشکل و من بلد نیستم فارسی با. خب مجبورم ساده بنویسم دیگه. این ساده نویسی همه باعث شده که میتونن بخونن. خودش یه استایلیه. بله بله دقیقا. نه من خودم گفتم چون میدونم شما مثل منم فقط 9 کلاس بیشتر ایران نخوندم ولی شما با اون قلم خودتون معلوم شد که پشتوانه خیلی قوی دارید. یه عمری هم اهل مطالعه بودید با اون پدر. سرمایه شما بوده پدر دیگه. اون میدونین من زندگی عجیب غریبی داشتم تو زندگی. یعنی 16 سالگی آدمو شوهر بدن کلاس 9 تموم کرد. بعد اون شوهر مریض بود ما رفتیم سوئیس برای معالجه او. بعد پدرم آمد برای اینکه سل داشت اونو گذاشتیمش توی مریضخونه سل مسلولی. بعد من فوری شروع کردم فرانسه خوندن که لاقل بتونم با مردم حرف بزنم دیگه. بعدم 6 ماه بعدش یه پانسیون ما بودیم که همه عصرها میشستن بیشترم پیر بودن میشستن با هم حرف میزدن تا قبل از شام. خب من یه کلمه فرانسه نمیدونستم ولی میرفتم مدرسه. یه روز 6 ماه که گذشت رفته بودم برای خودم یه سوت خریده بودم و دیگه راچار رو یاد گرفته بودم و اینا. اومدم از راک اومدم اونو بردم گذاشتم اتاقم. اومدم پلو همین خانوما آقایون که میشستن پیرم بودن بیشتر. یکیشون به من گفت که چی خریده بودی؟ گفتم یه سوت خریده بودم. گفتش که سوت تابستونی یا زمستونی؟ گفتم که بهار است. گفت میتونم من ببینم؟ گفتم آره مرم میرم بیارمش. رفتم آوردم سوتم هم نشد. مچ منو گرفت. گفت تو میدونی تمام الان همش فرانسه حرف زدی؟ آه. اصلا نفهمیدم من فرانسه یاد گرفتم. گفت الان من تو رو امتحانت کردم. نمیدونی سی داری فرانسه حرف میزنی؟ استعداد. میدونیم خودم ماتم برد که من راست که خب من 6 ماه پیش اومدم یک کلمه این ببینید با اینا نیستم حرف میزنم. این خیلی به من کمک کرد. یه خیلی چیزا دست آدمم نیست. بله. من به اونجا رسیدم که خیلی چیزا پیش میاد که شما نمیبینی بعد متوجه میشین که خب چطور شد این چور که به گذشته نگاه میکنیم. من گذشته خیلی عجب غریبی داشتم. یعنی اوکازیون های برای منم خیلی چیزای خوب پیش اومد. میدونی؟ مثلا تحصیلاتم. خب من اگه امریکا نمیمدم خیال نمیکنم اینقدر تحصیل میکردم. درسته. پیش اومد من فرصت مده از دست که حیفه پدرم میگه که هر موقع نیاید دیگه واقعا نمیاد. مثلا امروز اینجا با شما خیلی خوب دفعه اولمه و شاید هم دفعه آخرم باشه ولی خب پیش اومد. میدونی اینا هم پیش میاد. درسته. ولی زندگی خیلی پری داشتم. بله متوجه شدم. یعنی از زندان پدرم بگی، از بی پولی بگی، از گرسنگی بگی، از لباس نداشتیم. مثلا چند سال تمام این 3 سال دبیرستان رو من پالتو نداشتم، دستکشم نداشتم، ولی انهپی نبودم اصلا، خیلی خوشحالم بودم. ولی خب با بدبختی باید میفته. یعنی هر چی بود تن من میکردن. بعد رو پوشرم میپوشرم با چیز قدری. ما میرفتیم مدرسه. برای منم خیلی مهم نبود. میدونی به این جهت نداشت. یعنی متا اصلا من خیلی بی اعتنام بهش.
نه دیگه، اون آن هپی نبودن یه خصوصیاتی است که در بعضی ها هست. نوازی کردین، یعنی شما همیشه احساس هپی بودن رو دارید، همین با لقمه نونی که دارید، با مختصر چیزهایی که دور و برتون هست. من درست؟ زیاد اصلا اینقدر علاقه ندارم که زیاد چیز داشته باشم، بله میدونید، برای اینکه زحمتی درست، همش با سرباره باید راجب اینا فکر کنم. خب سودی اومد، من گفتم من اینجا تنها نمیتونم دیگه زندگی کنم، سنم من بالش، من میام پیش شما. آخه تو آپارتمانی به اون شید چیزی ما رفتیم برات گرفتیم. گفتم والا الان من ترجیح میدم اینجا توی اتاق داشته باشم، شب بگیرم بخوابم، تا 20 سال پیش 30 سال پیش خیلی فرق کردم. همینطوره. برای من اون لازمه، من میخوام چه کنم در دیواره قشنگ ببینم. دقیقا. خوشم بار شدم رفتم اونجا. خب اینا بالاخره یکیشون خونه است. الان نسل دخترتون خیلی خوب زندگی میکنه. دخترم هستش، مواظب منه اینا. من حالا چی میخوام چه کنم اون آپارتمان گونده رو؟ دقیقا. گفتم خب با خوب شد خریدمش، میش میرسه به تو دیگه. آپارتمان یه میلیونی میرسه به. شما جز تنها بانوان ایرانی هستید. من اصلا نمیتونم تنها حاکم بر اوضاع اقتصادی خودتون هستید. این رو من متوجه شدم. بله. به خاطر اینکه اینم باز بله از چیز میاد. بازم از ازدواج و اینا میاد. بله. یا از هر چیزی که من باید حتما خودم رو پای خودم باشم. بله. وگرنه نمیتونم. بله. میدونی که با یه دلار من خرج بکنم، یه دلار مال خودم در آوردم. خب دیگه این میشه زندگی و تجربه. پروانه جان، من شما نمیخوام خسته کنم، وقتتون رو گرفتم. اجازه بدین یک سوال به عنوان آخرین سوال از شما بکنم. با این تجربه که شما طی این 90 سال گذشته داشتید، بله 92 سال، 92 سال داشتید، حالا دیگه یک دو سال اول که فقط چشمتون دور و بر میدید اون به حساب نمیاد، بعد از اون با این تجربه که داشتید، با این زندگی خاصی که داشتید، با پدر، با خانواده در ایران، در سوئیس، بعد در آمریکا، بعد با همسرتون و بعد کار کردن، بعد فعالیت‌های اجتماعی که کردین در دوران کینگ، در دورانی که سیاهیان آمریکا به پا خواستن، باهاشون همراه بودین و تا امروز با کتاب‌هایی که نوشتید، میخوام نظر شما رو راجع به آینده ایران بدونم. با این تجربه که شما در این 90 سال کردین، ایران آینده رو چگونه میبینی؟ والا خوشبختانه یا بدبختانه، میدونی من ایران خیلی کم زندگی کردم. در واقع شاید بگم همون 16 سال اول بوده که من در ایران بودم. شما هم همینطور دوستی؟ درست، منم تا 15 سالی بودم. بله، تا در ایران بودم. و بقیهش من یا در اروپا بودم، سوئیس 2-3 سال اونجا بودم. بعد خب شوهری که کردم نماینده ایران بود در بانک بین الملل و ایران خیلی کم میرفتم. البته هر تابستون تا موقعی که میتونستم خودم جسمن برم میرفتم ایران و خیلی هم خوب بود. هیچ رابطه‌مو با فامیلم نبریدم هیچ وقت. هنوز ما هفته 2-3 بار با همه صحبت میکنم. و هست والا راستشو بخوان نمیدونم. میدونین تاریخ خیلی زود ممکنه به سرعت عوض بشه، به خصوص خاورمیانه. و من نمیبینم که یه چیز الان یه چیز اتفاق خوبی بیفته یا نیفته، ولی نمیدونم آتی ایران به کجا میکشه. خب ببینید، در رابطه با گذشته که ما داشتیم، من منظورم قبل از جمهوری اسلامی است، توجه کردید، یک مقدار افق باز بود. میخوام اینو عرض بکنم، الان من به شخصی که یه مقدار کار تحقیقاتی میکنم، افق خیلی بسته است. توجه کردین؟ به هر حال شما هم پس چیز آنچنانی نمیبینید در رابطه با آینده ایران که به کدوم سمت؟ نه، برای اینکه میدونین بازم میریم به توسط به همون موضوع که الان در آمریکا داره اتفاق میفته، بی سوادی مردمه. میدونین شما تا اندازه ما خودمون باعث این میشیم که بی سواد بمونیم، میدونین؟ وگرنه اگه در خودش باشه و دولت هم بذاره برای مردم که برن، مردم اگه با سواد بشن خودشون عوض میکنن مملکت رو که دوست نداشته باشن. ولی اگر بی سواد باشن، چه در آمریکا، چه در ایران و چه در جهان سوم،
مملکت همونطور میمونه. وقتی که بزرگان مملکت مملکت رو کوچیک نگه دارن، خب کوچیک میمونه. میدونی؟ و این جهت من آتیه اونطور نمیبینم که خود به خود عوض شه. اجازه بدید من یک اشاره بکنم. مجموعاً با تحقیقاتی که ما میکنیم، با دانش محدودی که داریم نسبت به داخل کشور که هر روز در ارتباط هستیم، دانش سیاسی مردم نسبت به گذشته بیشتر شده. خیلی. یکی اینه، یکی زنها. درسته که کار بالا رو به زن نمیدن، ولی اون مملکت رو الان زنها میگردونن. درست. زنها خیلی باسواد شدن. بله. و زنا میگردونن، برای اینکه مردا بیشترشون تو تریاک و تو چیزای دیگه هستن. و این سوال رو یه دفعه از من روزی که کتابمو به انگلیسی ترجمهش کردم، در یه چیز داشت، یه کتاب خونه خیلی معروفی در واشنگتن، اونا گذاشتن برای اینکه معرفی بشه کتابونه. یه آمریکایی از من پرسید و من به این موضوع معتقدم شخصا که ایران به دست زنهاش درست میشه نه مرداش. حالا این پرجودیس ندارم من نسبت به مردا، ولی در ایران الان که شما نگاه میکنی تمام کارا رو زنها میکنه. بله. و به دست همون هم عوض خواهد شد. به زن ها. نه افق آینده رو آدم. در افق آینده، برای اینکه الان هم به زن احتیاج دارن. به این جهت تمام رؤسای ادارات همه مردن. درسته. درسته؟ ولی مردا خیلی کراپت شدن. و خراب شدن. میدونی؟ ازشون اون قدرت رو گرفتن یا هر چی دیگه باعثشه نمیدونم. من نمیبینم آتیه مرد رو در ایران که دوباره بیاد بالا و رئیس و فلان بشه. ولی در بین زنها میبینید؟ من به زنها خیلی امیدوارم و من خوب هنوز زندم، میدونی؟ برای اینکه کارهایی که ما کردیم برای زنها و جلو انداختن زنها که کردیم، من همیشه آرزو داشتم هنوز زنده باشم و ببینم داره عمل میشه. در آمریکا داره عمل میشه. درسته. میدونی؟ داری عملی میشه. الان زنها خیلی جلو هم پیشرفت میکنن. من میکنم فکر میکنم امیدوارم هنوزم باشم وقتی بشه رئیس جمهور. دیگه در معاون که معاون هم سیاس زن هم زنه. معاون پرزیدنت زن داری. ببینی؟ خب من دارم میبینم دیگه. من در ایرانم زنها رو خیلی با قدرت میبینم. و آتیه ایران رو هم شخصا چون سوال کردین میگم. اینا همه چیزای شخصی خودم. من فکر میکنم همون قبلن هم جوابشو دادم به یه آمریکایی، گفتم به دست زنهای ایرانی ایران درست میشه و به این قبلن معتقدم. برای اینکه من خیلی به زن معتقدم، نه اینکه به مرد نباشم، هستم، ولی همه چیز مال مرد نیست، زنم هست. درست. زنم با مرده که بل. میدونی پشت هم بیستم که مثل شما خانوم اینا، هر دوتاتون دوستتون دارم، دوستای منین و همیشه به چیز گفتم، فریدا گفتم من علیرم به اندازه تو دوست دارم. نه یه خود منو بیشتر گفتم. خب یه خود به تو بیشتر میتونم، ولی هر دوتاتون دوست دارم. هر دو کامل میکنین هم دیگر رو، میدونین؟ به این خیلی چیزه. خب ما هم خیلی شما رو دوست داریم. یعنی موقعی که با شما برخورد میکنیم، یعنی در تماس هستیم، حالا الان خب دوران کرونایی است، درست مثل که یکی از خیشان نزدیک ما در کنار ماست. خب هستی که برای که مثلا من با فریدا، فریدا گاهی دو روز سه روز پشت هم با من به من زنگ میزنه یا من با اون زنگ میزنم. و ما راجبه خیلی سوژه ها حرف میزنیم. یعنی نه اینکه حال تو خوبی حال من بده. گاهی وقتا من یک ساعت من هم دارم با فریدا حرف میزنم. مسائل جهانی رو مطرح میکنی. جهانی، علمی، معنوی. یعنی هر چیزی که شما بگی ما با هم صحبت میکنیم. و این برای من واقعا یک گنجه. برای این که میدونی من دوستام همه اون برن دیگه. من آمدم اینجا، آمدم شماها اولین دوستای منی. شانس ما بود موقعی که فهمیدیم شما آمدید تو این شهر، چون ما وضعمون در این شهر از نظر
عمومی دارم عرض میکنم، زیاد تعریف نداشت چون تو حال و هوای هالیوود میدونید اینجا حاکمه. موقعی که شنیدیم شما تشریف آوردید بی اندازه خوشحال شدیم. خوشبختانه کرکتر و روحیمون هم به هم خورد. آره فوری منو با فریدا آخه اومد وقتی به من فنامنال راه دادن که من خودم ماتم برده بود. یه دفعه سوجی تلفن کرد، مام چیزو تازه رفته بودم آپارتمانم، تو ایمیلتون نگاه کردم آره چه خبره؟ گفت ندیدی؟ گفتم نه. گفت برو دوباره نگاه کن. من رفتم دوباره نگاه کردم ایمیل خانم توحیدی. خانم توحیدی برای من درست کرده بود، فقط کتاب منو خونده بود، بعدم منو دعوت کرده دفعه توی لس آنجلس من لکچر بدم. من لکچر دادم و خیلی هم خوب بود، خیلی آمده بودن. بعدم برگشتم دوباره واشنگتن، من دیدم که به من فنومنال ارام فنومنال وومن اوارد رو به من میخوان بدن. من اصلا خودم به خودم مونده بودم، اصلا من اینا رو نمیشناسم، اصلا نمیدونم کیه. ولی شایسته شما بود. آره بله. و این تیستم زدم به خانم سرسی، گفتم که واقعا من اصلا الان اشکم داره میاد، من اصلا فکر نمیکردم که یه همچین چیزی باشه در این شهر. در این شهر و منم تازه اومده بودم بله. میدونی بله. ولی خودش پیشنهاد کرد و دادن به من دیگه بله. من خودم رو خوشبخت میدونم، عاقبت به خیر شدم. درسته. میدونی هم با دخترم هستم، هم شوهرش با من خیلی خوبه و مثل پسرم خیلی مهمه و یه دوستی مثل شما و فریدا. لطف دارید، ما هم خیلی خوشحال شدیم. به هر حال خوشحال شدم که این وقت رو پیدا کردیم، تونستیم چند دقیقه با هم صحبت بکنیم. امیدوارم شما رو خسته نکرده باشه. نه نه من خسته نشدم، اتفاقا انرژی هم پیدا کردم. میدونید برای اینکه وقتی که آدم نگاه میکنه به زندگی، واقعا مثلا الان شما از یکی از خواهرای من زندگیشون بپرسی خیلی بورینگ بوده. من وقتی اینکه بور بشم نداشتم و مقدار زیادش جنگ. خب زندگی جنگ است، جنگ را آماده شو. اینم باز پدرم تمامش تمام شما دائم با همه چی شما باید بجنگید. دقیقا. خب این رو خیلی ها نمیدونن، فکر میکنن همه چی باید براشون آماده باشه و ببخشید نخ میزنن، فقط نخ میزنن، نمیدونن که اصلا این حالت ها نیست، که یک پارت از زندگی، یک قسمتی از زندگی جنگه و باید جلو رفت. نباید انتظار داشت که همه چی مطابق میل آدم باشه. درسته؟ خیلی کم مطابق میل آدم در من، ولی خود آدم باید کوشا باشه و خب اونم بفهمه اون جوهره باید در وجود افراد باشه. شما نیست اغلب. بله خب میدونی نیست اغلب. مثلا با خیلی ایرونی ها من اصلا نمیتونم حرف بزنم. نه دیگه میدونید در خانواده شما به هر حال مادر نوه مظفرالدین شاه بود. بله درسته. بله. و پدر دانشمند در اون خانواده به اون ترتیب بزرگ شده، مادرتون که استثنایی بوده. آره هم مادر اون آدم بزرگ، خیلی هم مادر. قوی بود. زن خیلی قوی بود. میدونین همون مادرم شاید بیشتر روی من اثر داره، برای اینکه منم زندگی خیلی شلوغی داشتم و اگه خودم قوی نبودم نمیتونستم هنوز زنده حتما. باشم حتما. و مثلا دختر خواهرم خیلی بامزه است، گفت که زندگی منو کردیم یه دختر خوشگلی حال داره من بگه که از فامیل خوب دنیا اومده میخواد زندگی منو بگه. بعد رفته یه تحصیلات عالی کرده خوب. بعد تمام دنیا رو هم رفته دیده. گفتم این راجب کی صحبت میکنی؟ گفت راجب تو. گفتم این چقدر آسون، به همه اینا من رسیدم، همین سر دوست کلمه تموم شد، به همین آسونی، بدبختی هایی کشیدم، زحمتی که کشیدم بره. از ساعت یک بعد از شب تا پنج نشستم درس خوندم با شوهری که علاقه نداشت زنش باسواد باشه، اینا همه فراموش شد. من اینقدر شانس داشتم که خوشگل دنیا بیام، دور دورانم برم بگردم. خب دور دنیا رو با چی رفتم گشتم؟ من بره. که پولدار نبودم. نه این عقایدم جزء زندگیست دیگه، افرادی چنین طرز فکری دارن رابطه کرده. ولی ساده که سودی اومد و گفت وای این حسودیش میشه به زندگی تو. گفتم که
من رو اصلا به طوری آسون گذاشت که همینطور بجنبی زندگی همه چی هست برات و فوقالعاده. دیگه چیزای دیگر رو یادش رفته یا اونجور نخواد بدونه. دقیقا به هر حال نعمتی بود برای من پروانه جان که امروز این فرصت پیش اومد تونستیم با همه کبیر داشته باشیم. برای من هم همینطور. من منتظرم که کرونا تمام بشه یک بار دیگه با هم بنشینیم دوباره صحبت کنیم. باشه باشه. من با کمال واقعا میدونی خیلی چیز دارم بگم. میدونم میدونم. خب همه دوران کرونا گذشته باشه یه مقدار همه چیز شاد بشه، یه مقدار آفتاب بیشتر بتابه. وای این امسال خیلی بد بود. بله. اولا من خیلی ناخوش شدم. بله. یک، دوم کرونا اومد. درسته. دو، سه هزار چیز بد اتفاق افتاد. بله. خیلی سال بدی بود امسال. درست. پروانه جان من عادت دارم در طی 60 سال گذشته همیشه تابستون در اروپا باشم. حالا شاید این یه مرض از نظر بعضی هست. چون من راحت برای شما بگم از فرهنگ اروپا نمیتونم بگذرم، از فرهنگ اروپا، فرهنگ فرانسه، فرهنگ آلمان، فرهنگ اتریش نمیتونم بگذرم. نه اصلا چرا بگذرین؟ ببینین منم اروپا زندگی کردم، هم خودم با شوهر اولم، هم بعد که رفتم ایران طلاق گرفتم. بله. چون که دیگه میدونی چیزی اصلا سکس نداشت اصلا. بله. آخه اون وقت هم که شما نمیتونستی سکس داشتی چون مردی که میخوان بیری بیرون. بله. زمان من که بله. دست هم نمیدادی. بله. یه همچون بله. چیزی بود زندگی دیگه برای زن. حالا من چطوری تمام این دیوارا رو خراب کردم رفتم جلو نمیدونم. من خراب کردم. بله. واقعا دکتر نهری داشت که یه کنفرانس بود میداد، منو مثل زد. بله. گفت خانم بهار چه دیوارایی خراب کرده و رفته جلو. درسته. اصلا کتک خوردیم ما. بله. روبروی چیز که نشستیم، روبروی سوپریم کورت نشستیم تا صبح تو سرما. بله. برای اینکه اکوار رد داشته بشه بزن. بله. کتکمون زدن. بله. تخموق بهمون پر کردن. اونم جزی از زندگیه. اصلا نمیدونی من که این من خیلی دلم میخواد تمام این آمدن اصلا زن که آدم باشه تو آمریکا از اولش بودم دیگه با. تا آخرش با. میبینه آدم میبینه مثلا بنویسم راجب اینو میتونی خیلی دلم میخواد الان یه کتاب دیگه بنویسم ولی انرژیشو دیگه ندارم. خب بعد برای یکی تعریف کنید اون بنویسه. توجه کردی میشه گفتم بذارید این دوران کرونا یه مقداری به پایان برسه، یه فرجی بشه این وسط، یه قدر آب و هوا تغییر پیدا کنه، چون تمام روابط انسانی تغییر پیدا کرده. میبینید خود شما مثلا چند وقت از منزل بیرون نیمدید؟ هیچ وقت نره، شیش ماه خونه. میبینید اصلا من بیرون نیمدم. امروز اینا که از ده اومدن به شهر من گفتم که من دارم احساس میکنم جز این جامعه هم. راد خندید آخه کوتام هستم من، میشینم اونجا دیگه بیرونم نمیبینم. اونو بلنده ماشاءالله میشینه. خب براتون یه چیزی بزنن که قلم بزن. من قلم بلند بشه در شهر چه خبره. آره. ولی خب دیگه میدونی زندگی عجیب غریبی هست ولی آره. من همیشه کوشیدم هیچ وقت من کسی که یه خانمی به من کتاب منو خوند بود آمریکایی بود گفتم که خب تو چه نتیجه گرفتی از کتاب؟ گفت نتیجه است که you never give up. بله. گفتم بله. درست درست خود درست. من give up-ی نیستم. اون هسته اصلی انرژی شماست، اون موتور اصلی است. حالا هر کاری میخوان بکنن بکنن بله. هر بدبختی میخوان به سر من بیارن بیارن بله. ولی من I don't give up. نه من اون انرژی در شما که میبینم به خوبی. گفتم امیدوارم واقعا یه قدیم فضا بازتر بشه بنشینیم در یه فضای دیگه در هوای آزاد. ما از ترس این که بیرون آره و بعدم میدونین من با افکار شما فریدا یکیم نزدیکیم. درسته میدونی ما یه جور فکر میکنیم. درسته. و انسانیتمون هم وجود داره. انسان خوب و همچی زیاد پیداش نمیکنیم. درسته. خیلی کمه. درسته خیلی کمه. برای همینم خوب بودن سخته. بله خوب بودن سخته. خیلی سخته که شما خوب باشی. درسته. وگرنه همه میشدن. بله. و مردم نیستن. بله. برای اینکه مشکله. خوب بودن مشکل. یکی از آدمایی که خوبه با همه چیزای بدش هم من خوبش میدونم همین اردشیره. بله درسته.
خب اردشیر رو میتونین هزار بد راجبش درسته، بگین، در ارتباط با همه اونا رو هم من میدونم، بله. اصلا برام بی تفاوته، ولی بله. انسانه، بله. انسان خوبه، تشخیص درست دید، بله. ببینید اینه که سخت انسان بودن، بله. بد بودن خیلی آسونه، بله. خب اکثرا اون راه دوم رو پیش میگیرن دیگه، متاسفانه، مخصوصا در این کشور که فرهنگ غنی نیست، بی فرهنگی حاکمه. شما باورتون میشه مثلا چند بار پر و پای من رو بگیرن، چند بار سو بکنم فقط به خاطر رقابت، در نظر بگیرید اصلا فاجعه است. توجه کردیم وقت و زندگی و پول رو بذارن که پر و پای من رو بگیرن، با بیزنسی که من دارم، با تلویزیونی که دارم، یا با یلو پیجی که دارم، فقط به خاطر اینکه موفقه و داره پیش میره. چیزای عجیبی است که در این شهر آدم میبینه دیگه. آره بورینگ هم هست. بورینگ، بله بورینگ. ولی خب ما دنبال شادی هستیم مثل همیشه و زندگی میاد ادامه دارد. شادی براتون زندگی. اگه آدم قلبن شاد باشه میاد. بله. همین سروناز، بله، سروناز آمد، چون مدتی اونا رو هم ندیدم دیگه، ناخوش بل. بودم. یه روز اومد اونجا، اومدم احوال پرسی، بعد به من میگه پروانه تو یه چیزی داری که من ماتم. گفتم چی؟ گفت شادی همیشه. گفتم خب مگه تو شاد نیستم؟ چی؟ گفت نه، من هیچ کس ندیدم که همطوری بی خودی شاد. شما مثبتین همیشه. مثبتم، میدونی گیوابم نمی کنم. بله. خب شما بیرونم بکنی از اینجا، اگر که من تشخیص داده باشم که شما آدم خوبی هستی، من به هر طور شده میام اینجا، میدونی یه وسیله پیدا میکنم بله. که شما دوباره منو قبولم بکنی، میدونی بله. اگه اون برم باشه بله. که اغلب اونه گیواب بله. من نمی کنم بله. گیواب محاله بله. بکنم، نه دیگه همون شما رو نگه داشته، اصلا خودم هم ماتم میبره که خیلی چیزهایی که ازن به کلی باز رو من بسته بود، من گفتم نه این باز میشه، به یه وسیله باز میشه، نه میشه، و همیشه هم شده. برای همین من امیدوارم میریم تا 120 سالگی شما. آره. چیز که میگه بالا 145، بله. او بیشتر میخواد. بله. نه دیگه 120 باید ازاده دیگه، میگه او خود زندگی یا رفتنش هم بازم الان دیگه اونم قبولش کردم، میدونی اونم قبولش کرد. به یک مرحله میرسه آدم که راحت قبول میکنه. قبول راحت، خب شما قبول میکنی، اولا که انرژی آدم کمتر میشه، درسته، ولی شما عمیقتر میشی، مگر که بچه بمونی. اگر که شما بزرگ بشی با افکار خودت، اونم چیز جالبیه، ما نمیدونیم چه خبره، بله، اونم چیز جالبیه، بله. من گفتم به یکی از دوستان من میام بهتون خبر میدم. من رفتم گفتن چه جوری خبر؟ گفتم به هر جوری هست بهتون خبر میدم، چیزی هست یا نیست. بله از این لحاظ من راحتم، چون قبول کردن که خبری نیست. اونم تازه میدونیم هست، ولی خب الان من وقتی فکر میکنم این زندگی عجیب غریب و من داشتم، دائم در حال عوض شدن، بله، و ولی موندم و کارم میکردم. نه دیگه، آلمانی میگن روبوست، اصلا باطن شما پره و قویه، توجه کردین؟ قویه، بره. خیلی قویه، بره. حالا بره. چطور من اینطور شدم و نمیدونم. خب یه مقدار تربیت، یه مقدار ژنه، یه مقدار ارثیه، یه مقدار خانوادگیه که بیش از همه فکر میکنم نقش پدر شما و بعد نقش مادر، اینا نقش بسیار مهم و بعدم مهداد برادرم. بله برادرم، میدونی من با این بزرگ شدم دیگه. بله اونم یه شانسی بود. مهداد اصلا یک انسان خیلی غیر عادی بود. نه همه براش خیلی ارزش قائلن. بله. و چقدر این بچه به کار کرد، چقدر از خودش چیز گذاشت، خیلی خیلی رو من تأثیر داشت. نه میبینه آدم، خیلی پسر خوب، شما همیشه ازش تعریف کردین. به هر حال من شما رو بیشتر از این نمیخوام خسته کنم، خیلی من خوشحال شدم. بعدا یه گلاس شراب هم براتون میریزم. قربون شما، میل میکنید شراب یا نه؟ یه ذره شراب بخورم. حتما. به هر حال خوشحال شدم به امید دیدار بعدی در ارتباط با همین مسائل، ولی بعد از کرونا.
بعد از کرونا امیدوارم زنده بمونیم. هستیم. بعد از این کرونا همه هستیم. نه اونم یواش یواش داره میره. بله. منم اصلا بیرون نرفتم. امروز اولین روزه. چیزی هم از دست ندادیم دادیم. نه دیگه کجا برم؟ اینجاش مردم که خب میترسن. الان از هم دیگه. از هم دیگه میترسیم همه. دیگه این یه چیز جدیدی نیست. ما هم الان این فاصله رو حفظ کردیم. همون خب دیگه همینه دیگه. مثلا سودی منو هیچ جا نمیذاش برم. نمیذاره برم. فقط گفت منزل فریدا میتونی بری فقط. برای اینکه گفتم فریدا تو خیلی مهم شدی که سودی اجازه داده من بیام بود. برای اینکه نمیگه میترسه دیگه. این شانس ماست دیگه به هر حال. نه ما هم خیلی مواظب اینجا. بله قربون شما. مرسی. شما باش مثل فامیلم هستی. شما برای ما همین. باور بکنید. همینطور. میدونید که منم شما رو خیلی دوست دارم. کاراکتر و شخصیتتون رو خیلی دوست دارم. مخصوصا خودمون یه راهی رو رفتیم که مشترکیم. با سن کم کشور رو ترک کردیم، اومدیم با فرهنگ غرب آشنا شدیم. توجه کردید؟ خیلی شباهت زندگیمون یکیه. بله خیلی. میدونین به هر دوتمون کوریوس بودیم بریم مغرب زمین ببینیم اونجا چه خبره. دقیقاً. و بعدم که رفتیم نشستیم خونه. دقیقاً. آبگوش بخوریم. هم تو در عالم کار کردن بودیم. بله. دویدن و کار کردن و هنوز ادامه دارن. بله شما تا زنده ای و زندگی کنی. بله سن میذارن 65 باید بازنشسته بشه. بله چی گذاشته اینا رو؟ یه دون 65 ساله بوده که لابون ناخوش بوده. بله دقیقا. خیلی خوب. من 92 سالمه. بله کتاب نوشته. بله کتابم سر یه هفته فروش رفت. بله شما هنوز خیلی انرژی خب دارین. خب بعد سنم خویه خود حالم بهتر بشه با. از این که بتونم بشینم دوباره بنویسم یکی دیگه. نه حالا اجازه بدید پس من بلنشم بعدن یک گلاس شراب برای شما آماده بکنم. یک بار دیگه تشکر میکنم. من تشکر میکنم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.